میلیون ها زائر عاشق از سراسر جهان خود را برای زیارت اربعین ابا عبدالله حسین علیه السلام مهیا می کنند. زائران از هر قوم و ملیت و آیین و مذهبی پای پیاده به زیارت حضرتش مشرف می شوند تا تحت لوای ایشان ندای لبیک سر دهند. در آستانه زیارت میلیونی اربعین سال جاری و مهیا شدن ده ها میلیون عاشق و دلباخته حضرت سید الشهدا علیه السلام برای این روز عظیم، نگاه ها به سوی شعاری است که این موج عظیم از زائران را تحت پرچم امام حسین علیه السلام متحد می سازد. حسین محور اتحاد. مرجع عظیم و شأن حضرت آیت الله العظمى سید صادق حسینی شیرازی دام ظله العالی با معرفی اسلام امام حسین علیه السلام به عنوان ارمغان آورنده اتحاد، عدالت و آزادی، سوم امام شیعیان را محور اتحاد آزاد اندیشان سراسر جهان دانستند. یاران ابا عبدالله الحسین علیه السلام در روز عاشورا که از قبایل، ادیان و فرهنگ‌های مختلفی بودند، زیر پرچم امام حسین علیه السلام متحد شدند و ما امروزه نیز در زیارت اربعین شاهدان هستیم که چگونه نام مبارک ایشان وحدت بخش نه تنها صفوف شیعیان بلکه تمام آزاداندیشان جهان است. میلیون‌ها ارادتمند به وجود مبارک پسر دخت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله از اقصا نقاط جهان گرد هم می‌آیند تا با بزرگ آزاد مرد تاریخ تجدید بیعت نمایند. شعارهای حزبی و فرقه‌ای به شعارهای یگانه تبدیل می‌شوند و همگان تحت شعار حسین محور اتحاد، خواهان انتقام جویی از دشمنان اهل بیت که ظلم و فساد و انحراف را در اسلام پایه‌گذاری کردند خواهند شد. در این راستا و در عمل به تأکیدات اتحاد آفرین آیت الله العظمى شیرازی، جمعی از دوستداران ابا عبدالله الحسین علیه السلام مجمعی با عنوان مجمع جهانی حسینی تأسیس کردند تا در اتحاد آزاداندیشان جهان تحت لوای امام حسین علیه السلام قدمی برداشته باشند. سعید بهاری، شیعه ویوز، اخبار شیعیان جهان.